عربستان سعودی با اعدام دو شهروند به اتهام خیانت به وطن بار دیگر موج انتقادات بین المللی را درباره استفاده گسترده از اعدام علیه اقلیتها به ویژه شیعیان برانگیخت. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. عربستان سعودی در ادامه سیاست سرکوب مخالفان و اقلیت‌ها دو شهروند خود را به اتهام خیانت به وطن اعدام کرد. وزارت کشور سعودی اعلام کرد که این افراد به اتهام پیوستن به یک گروه تروریستی مجازات شدند. این اعدامها بخشی از روند افزایشی اعدام است که در سالهای اخیر شدت یافته و اعتراضات گسترده بین المللی را در پی داشته است. سازمان های حقوق بشری معتقدند که بسیاری از این اعدام به اتهام های واهی و دروغین علیه اقلیت ها به ویژه شیعیان انجام می شود. گزارش‌ها همچنین از استفاده گسترده از شکنجه برای گرفتن اعترافات خبر می‌دهند که منجر به صدور احکام می شود. بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، تا پایان سپتامبر 2024 بیش از 198 نفر در عربستان اعدام شدند، رقمی که بالاترین میزان در چند دهه اخیر بوده است. این اعدام به ویژه برای سرکوب اعتراضات سیاسی و محدود کردن آزادی ها مورد استفاده قرار میگیرد. با وجود اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که تحت رهبری محمد بن سلمان تبلیغ می شود، این کشور همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهد. فشارهای بین المللی برای توقف این ادامها و اصلاح نظام قضایی عربستان در حال افزایش است. با این گونه اقدامات اصلاحات بن سلمان زیر سوال رفته و تناقضات آشکار میان سیاست های او و عملکرد حقوق بشری حکومت سعودی انتقادات شدیدی به همراه خواهد داشت.